بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. رسیدیم به حدیث هفتم از باب چهارم که به شمارش به ترتیب از اول کتاب بشه حدیث 15. نص آخر. حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثني سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد بن حجال قال حدثنا محمد بن سنان عن داوود الرقي. جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه، خب یک مطلبی که در اوایل بحث توضیح و تبیین و شرح روایات عیون اخبار رضا باید بیان میشد، وثاقت جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه و پدر بزرگوار ایشون بود. خب این از جمله واضحات است. ما در علم رجال که حقیر بررسی کردم در مورد محمد ابن علی ابن الحسین که جناب شیخ صدوق باشد، میگه ابن بابویه القمی الملقب به صدوق که لقبش صدوق است، کنیهش ابن بابویه القمی است، یکنا به ابی جعفر، به ابو جعفر هم مشهور هست و هو فخر شیعه، افتخار شیعه است. اجل و اعلا شأنا من ای و ای یحتاج الى توثیق اصحاب الكتب الرجالیه، جایگاهش اجل و بالاتر و عالیتر از آن است از نظر شأن و منزلت که نیازمند به توثیق نویسندگان کتب رجالی باشد. و یکفی قول النجاشی فیه، و در مورد ایشان، در مورد شیخ صدوق رحمت الله علیه، قول نجاشی رجالی مشهور کافی است که میگوید شیخنا و فقیهنا و وجه الطائفه، که جناب شیخ صدوق شیخ ما، بزرگ ما از نظر علمی، فقیه ما و وجه الطائفه، چهره درخشان طائفه شیعه و شناسنامه علماء شیعه، و ثقت الاصحاب كلهم، و یا اینکه این عبارت رو به این صورت، و ثقه الاصحاب كلهم بما فوق التوثيق، توثیق کرده اصحاب، همه اصحاب جناب شیخ الطائفه را، جناب ابن بابویه القمی شیخ صدوق رو بالاتر از حد توثیق. خب این در مورد خود شیخ صدوق. در مورد پدر بزرگوارش المعروف به صدوق الاول علی ابن الحسین که میگه که حدثنا ابی، یعنی علی ابن الحسین ابن بابویه، بابویه القمی، معروف به صدوق اول و مشهور بالکنیه و هو ابن بابویه، وثقه الکل بما هو فوق التوثیق، بالاتر از حد توثیق او دیگران و بزرگان رجال او رو توثیق کردند. بعد در کتب رجالی میفرماید له امتیاز عظیم، برای او امتیاز عظیمی است. اون امتیاز عظیم چیست؟ و هو اتصاله به واسطه الحسین ابن روح بالحجه، که جناب صدوق اول متصل بود، در ارتباط بود با حسین از طریق نائب امام زمان، نائب چهارم امام زمان حسین ابن روح نوبختی، با امام زمان در اتصال و در تماس بود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و شخصیت بزرگی بوده که اصلا نیازمند به توثیق دیگران نیست. این در مورد ابن بابویه، یعنی خود شیخ صدوق و پدر بزرگوارش. خب حدثنا ابی، که هر دو در حد بالای از وثاقتن، رضی الله عنهم، خب من میگم رضی الله عنهما، قال حدثني سعد بن عبد الله، عبد الله تحدیث کرد، یعنی
برای ما روایت نقل کرد، حد سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله هم از شخصیت هایی است که المکنا به ابی القاسم، کنیعش ابو القاسم، و همچنین برای او ابن ابی خلف هم میگویند. شیخ او را تصویر که توصیف کرده و غیر شیخ هم افرادی او را توصیف کرده اند. در بعضی از معاجم رجالی در رجال نجاشی توصیف شده، رجال ابن داوود توصیف شده، در خلاصه الاقوال توصیف شده. شخصیت خلاصه موفق بوده و همچنین سند دوم که وجود داره، یعنی راوی غیر از سعد ابن عبدالله، ایشون روایت کرده از احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین که میگه لا یروی الا عن ثقه. ایشون هم خب توثیق داره و ایشون از کی روایت کرده؟ عن عبدالله ابن محمد ابن حجال. عبدالله ابن محمد ابن الحجال که اسم اصلیش هست عبدالله ابن محمد الاسدی الحجال المزخرف. خب این یکن ناب ابی بصیر و ابی محمد شیخ توصیح کرده، نجاشی توصیح کرده در حد بالای از وثاقت، که نجاشی میگه که ثقتون ثقه. و غیر از این دو بزرگوار هم جناب عبدالله ابن الاسدی رو توصیح کرده و او رو در حد بالای از وثاقت دانستند. بعد میرسیم به قال حدثنا محمد بن سنان، که ایشون از شخصیت های بسیار بزرگ است و توثیق داره و که نیازمند به معرفی هستن، نیست اینقدر در روایات شیعه جایگاه بلند داره که حتی در مورد ایشون نوشتن که او رو امام جواد علیه السلام توصیف کرده. وثقه الامام الجواد فی قوله مشیرا الیه و الى صفوان ابن یحیی رضی الله عنهما برضای عنهما، که چون عبارت امام جواد علیه السلام میگه رضی الله عنهما برضای عنهما، فما خالفانی و ما خالف ابی علیه السلام قط. امام جواد علیه السلام در مورد ابن سنان و در مورد صفوان ابن یحیی میگه که این دو نفر من خداوند از اینها راضی باشه، رضی الله عنهما برضایی عنهما، چون من راضیم، خود چون امام زمان امام راضی هست، میگه به این که من راضی هستم خداوند هم از اونها راضی باشه. فما خالفانی، هرگز با من مخالفت نکرده، و ما خالفا ابی، هرگز با پدرم امام رضا مخالفت نکرده، ابی علیه السلام قد هرگز مخالفت نکرده. خب چون شخصیت بلندی دارد جناب شیخ جناب محمد ابن عیسی. خب میرسیم به راوی دیگر، داوود الرقی، که همون داوود ابن کثیر رقی است، مکنا به ابی سلیمان. بسیار از بزرگان او رو هم توصیف کردن، در حدیث قبلی هم داشتیم. خب شخصیت بسیار بزرگ و شخصیت های بسیار بزرگ در این روایت وجود داره و همشون هم توثیق دارن و این روایت در نهایت وثاقت هست و روایت صحیحه هم هست. ما هیچ تردیدی در راویان این حدیث نداریم. یعنی این احادیث که الان خدمت دوستان من بررسی میکنم و بیان میکنم، اون شبهه را بر میدارد که بعضی ها میگوین ما در روایات توثیق نداریم و چی نداریم، یعنی روایت صحیح کم داریم. میبینیم که نه، بررسی اگر بکنیم میبینیم که ما روایات صحیح زیاد داریم در که این روایات قابل اعتمادند. و گرچه این روایات نیاز به بررسی سندی نداره، من برای اینکه این شبهه برداشته بشه توجه مخاطبان ارجمند و شنوندگان عزیز رو به این مطلب جلب میکنم که نه، این روایات اگر بررسی سندی هم بکنیم مشکل خاصی وجود ندارد. خب حدثنا محمد بن سنان عن داوود الرقی قال قلت لابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام. داوود الرقی میگه که من عرض کردم به ابی ابراهیم، به ابو ابراهیم، حضرت امام موسی بن جعفر. این کنیه دیگره حضرت امام موسی بن جعفره. جعلت فداک، فدایت شدم، قد کبر سنی،
سنم بالا رفته، پیر شدم، فحدثنی، به من بفرمایید، من الامام بعدک، بعد از شما چه کسی امام است؟ قال داود الرقی میگه فاشار الى ابی الحسن الرضا علیه السلام، امام موسی بن جعفر اشاره کرده ابو الحسن رضا علیه السلام و قال هادا صاحبكم من بعدی، حضرت امام موسی بن جعفر اشاره کرده امام موسی امام رضا علیه السلام و فرمود این صاحب شما بعد از من است، این امام بعد از من است. خب اینجا یک مبحثی در مورد این بحث وجود داره که مراد از این که به ما میگوییم که مثلا در مورد حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض میکنیم که صاحب زمان میگوییم، و در این حدیث هم امام علیه السلام در مورد امام بعد از خودش، حضرت امام موسی بن جعفر در مورد امام بعد از خودش میفرماید که هادا صاحبكم من بعدی، این صاحب شما بعد از من است، یعنی الان من صاحب شما هستم و بعد از من صاحب شما این هست. خب در مورد بحث که مراد از صاحب اینجا چیه، چطور ما عبارت صاحب رو در مورد امام به کار میبریم، یکی از مباحث این هست که یکی از القاب که در مورد حضرت حجت هم میگیم، خب لحظه صاحب الزمانه. خب اینجا ما میتونیم بگیم که یکی دیدگاه کلامی در این مورد داریم، یکی دیدگاه عرفانی داریم. بر اساس دیدگاه کلامی، خب علماء علم کلام خصوصا کلام امامیه عقیده بر این مطلب دارد که در هر زمان خداوند ولایت و رهبری و هدایت جامعه به سوی شریعت و سعادت را بر عهده انسانهای برتر و کامل در آن زمان گذاشته است، و بنا به تصریح علماء شیعه و اعتقادات شیعه امامیه، این انسانها، این بزرگان از هر گونه خطا و اشتباه محسون و مسون و محفوظند. آنها مقام ولایت و امامت رو از جانب خداوند دارند. این مقام یعنی چه؟ یعنی اونها مدیریت انسانها و جوامع زمان خود را دارند، و صاحب الزمان در معنای کلامی اون یعنی صاحب و اختیار برای مدیریت و تدبیر امور جامعه انسانی و جامعه اسلامی، و این مقام مخصوص پیامبر اسلام و مخصوص امامان شیعه است. و الان پس از 11 امام این مقام مخصوص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، و این همان ولایت تشریعی و مقام امامت در هر زمان است که در مذهب شیعه به اثبات رسیده. و در مورد امام عصر هم ما او رو بگیم که صاحب الزمان، یعنی تدبیرگر امور به لحاظ بحث ولایت تشریعی. اما یک بحث دیگر هم هست که بحث عرفانی است، و اون واسطه فیض رو مطرح می کند، وساطت فیض الهی، بحث انسان کامل را مطرح می کند، و این در از طرف دیگر بحث ولایت تکوینی ائمه علیهم صلوات الله اجمعین رو بیان می کند. و مراد از صاحب الزمان یعنی کسی که اون واسطه وجود این عالم، واسطه بقای این عالم، واسطه استواری این عالم، واسطه تکامل این عالم و مافیها و موجوداتی که در این عالم هست، همه این واسطه فقط وجود مقدس انسان کامل و که مصداقش حضرات معصومین در هر زمان است. و این وقتی کسی و موجودی و وجودی واسطه فیض حقایق عالم باشد، صاحب اون عالم است، صاحب اختیار اون عالم است. منتها این رو باید در نظر داشته باشیم که مراد از صاحب اختیار اینجا صاحب اختیار به صورت مستقل نیست که بگوییم که بر اساس اون، به خلاف کسی که شبهه وارد می‌کند که مراد از بحث
بحث اعتقاد شیعه به این که اینها تدبیرگر امورن، اینها رو خدا بدانند، نه خیر، اینها بندگان خدا هستند، مخلوقات پروردگار هستند و اینها ولایتشان در ذیل ولایت الهی، در ظل ولایت الهی، در طول ولایت الهی قرار دارند، نه اینکه در عرض خدا ما وجود اینها رو مستقل بدانیم. اینها ولایت الهی دارند، از جانب خدا معزون هستند، هم در بحث ولایت تکوینی و هم در بحث ولایت تشریعی. پس مراد اینها از بحث اعتقادات و اعتقاداتی که ما اعتقاد داریم، مراد شیعه از در بحث اعتقادات بر ولایت تکوینی و ولایت تشریعی این است که وجود مقدس ائمه معصومین علیهم السلام وجود مستقل نیست، بلکه وجود ربطی است، منتها به اذن الله و به قدرت خداوند و اجازه الهی. خب این در بحث صاحب که میگن هادا صاحبکم من بعدی. پس باید دقت داشته باشیم که مراد از بحث صاحب یعنی صاحب اختیار شماست، تدبیرگر امور دینی شماست، حافظ دین شماست، در مشکلاتتون به اینها باید مراجعه کنید، در دینداریتون، در عمل به دین، در همه فعالیت هایتون باید برگرد وجود اینها بچرخید و از اینها امتثال بکنید و مطابقت بکنید و این معنای صاحب است. خب در اینجا حضرت امام موسی بن جعفر اشاره می کند به امام رضا علیه السلام و می فرماید هادا صاحبکم من بعدی، این فرزندم صاحب شما، صاحب اختیار شماست بعد از من. و این مقام مقام بسیار بالایی است که نشان دهنده بسیاری از اوصاف کمالیه برای حضرات ائمه اطهار علیهم السلام است و اون حد مثلا بالای بحث قسمت مطلقه، افضلیت، اعلمیت و سایر کمال و سایر فضائلی که برای امام و ائمه معصومین علیهم السلام ماشیعه امامیه قائل هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.